درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و تندرست باشید. درباره نشست لهستان که قرار اونجا آمریکا یه همسویی ایجاد کنه به کشورهایی که در مقابل ایران هستن، حالا دوست نداشتم صحبت کنم و یک از دوستان گفت که مطلبی در این مورد بذار. انقدر مسئله چیز سبک و یعنی بی ارزش هست، واقعا اصلا ارزش صحبت کردن نداره، چون که خیمه شب بازیه و یه عده کشورهایی هستن که به همدیگه میخوان رویه بدن و دور هم جمع میشن، این که ما همه با هم هستیم، از هیچی نمیترسیم، داستان اینه. اینقدر از ایران ترسیدن، از این ابهت و شوکت و این برخاست و این برپایی سیمرغ ایران هراسناک شدن، میخوام به همدیگه دلداری بدن. بند خدا اینقدر ترسیدن از این ابهتی که این سیمرغی که در حال فراز یافتن هست در دنیا، اینا بند خدا دچار وحشت شدن، یه جورایی میخوان دور هم جمع بشن و یه آب میوه بخورن و بعد به همدیگه رویه بدن. و بیشتر بازارگرمی ترامپ هست برای همون قضیه ایران هراسی و اسلحه فروشی هست، یعنی که از این کارا زیاد میکنن که در واقع اصلا هراسناک نشون دادن قضیه ایران بیشتر اینو تجارت هست واسه آمریکا، که این بنده خدا این کشور عقب مونده رو بترسونه. خروجی اون نشست لهستان چه میشه؟ اینکه بعد این چند میلیارد اسلحه بخره، نمیدونم که مصر یا بقیه کشور اردن یا عربستان اینا رو همسوتر کنن در برابر ایران، به اونا یکم رویه بدن. بنده خدا همه خودشون رو باختن دیگه، ترسیدن دیگه. فقط این وسط اپوزیسیون ایران، من نمیدونم این دلغک ها به چی دلشون خوشه. اینا مثلا خروجی، چه خروجی از این نشست میخوان؟ خروجی میخوان که اینو به ایران حمله کنن؟ این واقعا دیگه نگاه کنین به همین یه سال گذشته، به 40 سال گذشته رو نمیخوام که چه آرزوهایی داشتید شما. هر 40 روز بار سال دیما شلوغ شد، که در حالت شلوغی جدی چیزی مهمی نبود، که واقعا اینو فکر میکردن که آخونده مثلا رفتنی بشن. خودشون کشتن که 12 بهمن رضا پهلوی میاد، 22 بهمن حکومت سقوط میکنه. آخه بر چه معیاری، چه منطقی؟ چون اینقدر آدم که عقب مونده نمیشه که، نفهم نمیشه که، یعنی که با یه ذره شعور سیاسی داشته باشدم اصلا دل خوش نمیکنه به این حرفا. بعد منتظر شدن که بعد از 22 بهمن چهارشنبه سوری همش غلطی نتونستم بکنم دیگه، شده که مثلا تابستان داغ همش غلطی نتونستم بکنم، شده چی؟ 13 آبان. 13 آبان همیش غلطی نتونستم بکنم، شده سالگرد دیما. سالگرد دیما هم گذشت، هیچ غلطی نتونستم بکنم دیگه. منتظر چی هستن دیگه؟ واقعا چرا آدم باید لااقل یه بار سرت کلا رفت، دو بار سرت کلا رفت، دیگه 100 بار سرت کلا رفت، 100 بار آمد نیوز سرت کلا بذاره، 100 بار اون عقب مونده جان بولتون و اون رجبی چیا سرت کلا بذارن؟ آخه به چی دل شما دلتون خوشه؟ این آخوندا آخرش همونی که گفته شد، کاخ سفید توسعه نمی کنن. اون به خیالتون راحت، تخت اینا نرفتنی هن، نه کسی اصلا جرعت میکنه به اینا نزدیک بشه. اصلا یه چیز مقوله بسیار مضحکیه. جنگ با ایران چه؟ موقعی که آمریکا 2000 کیلومتر کشتی های خودشو از خلیج فارس و دریای عمان خارج کرد، تمام پایگاه خودشو از منطقه جمع کرد، اون موقع میشه حسد، آره شاید آمریکا میخواد به ایران حمله کنه. الان دیگه آمریکا زیر چی میگن، در واقع 24 ساعت هم نمیتونه با ایران بجنگه. بعد این چنین کشوری بنده خدا فقط داره این ابله ها رو، این کشورهای اطراف ایران رو میترسونه که این اسلحه بفروشه، این خودش از این منجلاب اقتصادی که گرفتار شده نجات بده. بعد تجربه هم نشون داده هرچی از این غلط ها کردن ایران قوی تر شد. اسرائیل که به خودش ریده از ترس، و عملا اسرائیل یه غلطی کرد، از جنگ سوریه رو انداخت، داعش رو حمایت کرد، دید چه بلایی سرش اومد، شد خاک سوریه رو کرد در واقع یکی از پادگان های ایران.
کوچکترین غلطی دیگر سوریه نمیتونن بکنن. سوریه دیگه یه پادگان عظیم شده و به زودی گوشمالی سنگین خواهید دید شما از جانب ایران به اسرائیل. اون وقت شما خواهید فهمید اسرائیل عملا گوش خودش رو کند، یعنی اگه بیشتر دست پا بزنه، بیشتر بخواد خرابکاری بکنه، امسال سال رویارویی مستقیم با اسرائیله. و این همه ترس و جیغ بنفش و این جمع شدن تو لهستان و اینجور چیزا همه طرف اون ترسه که قهوه‌ای کردن شلوارشونه، خیس کردن بنده خدا. بعد دیگه من خندم میگیره، اصلا میخوام در مورد نشست لهستان صحبت بکنم، فقط دلم میسوزه برای اپوزیسیون عقب مونده. خب به چی ذوق میکنن؟ از چی؟ خب چه نشانه ای؟ چه چیزی شما میبینید که مثلا فکر میکنید که اینا بتونن کاری بکنن؟ عمرتون هدر ندین با این تحلیل های عقب مونده. یه عقب مونده بود اصلا مانوک خدا بخشیان، یه بار دو بار گوش کردم بابا این خیلی پرته، دیوونه است اصلا. مثلا همین هم یه ماه دیگه مثلا میخواد حکومت عوض بشه، اینجوریه. بعد به شدت هم این اسکل ها چقدر هم چیزن، مثلا فکر میکنن که اگه موسموس کنن جمهوری خواه و ترامپ و این جان بولتون عقب مونده و اینا رو، مثلا اینا میتونن اینا رو نجات بدن. این اصلا اولا که زشتی این قباحت این تفکر رو اصلا فکر ذهنشون رفته. یعنی چی من برم به آمریکایی که آمریکا اگه دوست بود که شاه رو نمیبرد که، احمق، اگه قرار بود دوباره همون شاه رو بیاره. تازه میگن که از آمریکا نامه میزنن به آمریکا پول جمهوری اسلامی رو بلوکه کن بده به ما. آخه اسکل، اگه آمریکا اگه این چنین قدرتی داشته باشه پول جمهوری اسلامی رو بلوکه کنه، مگه اسکل بده به شما؟ دست شما گرگا که اصلا پیچه به دردش میخونه، خودش میگیره برای خودش. تازه این همه هر دفعه کلی بهانه میاره به عنوان غرامت داره میگیره، بعد پولا رو بده دست شما اسکل که از بانک های جمهوری اسلامی بگیره. تازه چنین کاری اگه بکنه اعلام جنگه، بعد پدرشو در میارن. کی جرئت میکنه به ایران نزدیک بشه؟ واقعا آدم خندش میگیره اصلا بخواد در این مورد صحبت کنه یا منتظر باشه لهستان چی میگه. لهستان چه عددیه بابا؟ اون اربابشون عدد نیست. تا اینکه جمع بشن 4 تا کشور پیزوری تو لهستان میخوان به ایران کاری بکنن، واقعا خندش میگیره. شبتون خوش، بدرود.